سلام به همگی خوش آمدین به یک ویدیو دیگر در این ویدیو برای شما چند تا خبر مهم چند تا خبر بزرگ از مارکت و همچنین درباره دوچ کوین و ریپل XRP برای شما صحبت منم کانال خودتان رو حمایت کنین روی دکمه لایک کلیک کنین برای حمایت بیشتر برای الگوریتم یوتیوب جدید هستین در کانال یوتیوب تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین پیشنهاد میدیم برین پایین روی می سابسکرایب کلیک کنین و زنگوله کنارش روی آل قرار بدین ویدیو رو تاخیر با ما همراهی کنید لحظه ای که ما ویدیو رو برای شما ریکورد منوم حدودا 2.45 درصد تا چند ساعت گذشته هم مارکت ریزیش داشته و کل مارکت در حال حاضر روی 1.42 تریلیون هسته. بیت کوین روی 34000 دلار 800 دلار ترید میشه اتریوم هم روی 2149 دلار کوین بایننس روی تقریبا 300 دلار کاردانا 1 دلار و 34 سنت دوج کوین روی 25 سنت ترید میشه ایکس هم دوباره ریزش کرده روی 67 سنت ترید میشه پوکادود روی 15 دلار ترید میشه یونی سواب روی 18 دلار تی 24 ساعت گذشته این قیمت این هایی که در کنار قیمت میبینین ریزیش 24 ساعت گذشته شی بوده لایت کوین سه اشاریه 21 در سطح 24 ساعت گذشته روش داشته ریزیش داشته بعضی درباره لایت کوین از پرسیدم پرسیدن در بارش تحلیل کنم لایت کوین به نظر شخصی من, روش سرمایه گذاری در حال حاضر ندارم یک وقت سرمایه گذاری کرده بودم و یک سرمایه گذاری بد نمیتونه باشه برای بلند مدت یک پروژه ای هسته یک ارزی هسته که تقریبا تا جای استوار پیش ماره سولانا هم واقعا که تایی چند وقت گذشته خبرهای خیلی خوب ازش داشتیم و رشد خوب هم داشته و در حال حاضر هم روی 33 دلار ترید میشه چین لیک هم تقریبا روی 19 دلار پولیگان خبرهای در ویدیو امشب بچه ها امشب برای شما ویدیوی که هر شب ساعت 9 وقت سویدن آپلود منام دی ویدیو چند تا باز از شیبا و همچنین سیمون رو برای صحبت خواهیم کرد و توکین های را که شما میخواین ما در بارش یک مقدار تحلیل نکنم حالا از حدش نگذره که باز ویدیو خیلی طولانی میشه کسی نمیتونه ببینه توکن هایی که ش... مثلا شما میخواین ما در بارش تحلیل کنم در کامنت همین ویدیو برای ما بینویسین و بعدش ایتریوم کلاسیکم روی 58 دلار ترید میشه اینترنت کامپیوترم هم تا چند وقت گذشته روش داشته ویچینم ویچین هم روی تقریبا دیگه 9 سنت ترید میشه خب اول موریم یک خبری منفی از مارکت را در بارش صحبت منم این خبر منفی اصلا برای من مسخره آور هسته. خب چی هسته؟ کمپانی اسمش Get Your Guide Get Your Guide یک کمپانی آمریکایی هسته که برای مردم کتاب های صوتی تقریبا 170 کشور دنیا می‌فرستند و همچنین یک پلتفرم هست که از طریق از این پلتفرم مردم میتونن این ای کمپانی در نیویورک آمریکا قرار داره که از طریق ازی مثلا هتل بکنن مثلا تیکت مسافرت بگیرن و همچنین یعنی مربوط بیشتر به مسافرت نا هستن خب اینج گفت که فرض مثال کوین ها را مثلا دون دون هادل دل تو دی مون یوز دوش کوین تو بو ات دی ايرز موست انفرگتتبل ترافل اکسپیرینس اون گیت یور گاید منظورش از این که دوچ هایتان نیارین مثلا سرمایه گذاری کنین پول هایتان رو ببرین روی یک چیزای واقعی قرار بدین که شما بتین مثلا ازش یک تجربه بگیرین منظوری که پول هایتان رو بیارین از در کمپانی ما مصرف کنین بیاین سفر کنین بیاین نمفهم برین تیکت و هتل بگیرین برین دکونه کشور سفر کنین و یک تجربه واقعی داشته باشه خب چیز خوب هسته وقتی کسی امکانش داشته باشن سفر کنم مثلا تجربهت خوب از زندگی بگیرم و همگی آرزوی داریم که یک روزی مثلا دور از یعنی آزادی مالی در دیست بیاریم و هر جایی دل ما خواست سفر کنیم هر کاری دل ما خواست انجام بدیم ولی اصلا این اصلا ای جالب نیست نسبت به چیزی که اینا در دا, ای دا ای مجلل گفته یعنی میخوای پول مردم رو اینا بیشتر به حساب روی پلتفرم خودشان مصرف کنم دیگه گفتم باشه در باره زی صحبت کنم کدام کمپانی های زیاد دیگه هم هست چنین صحبت های شاید خواهد کرد در باره دیجیتال خب منفعتش دنبال منفعت شخصی خودشان هستم خبر خوب و اصلی و خبری بزرگی که فردا میتونه کلا یک شیک یا یک تکان در مارکت بیده البته این خبر هنگ در ماه مارچ امسال من برای شما در صحبت کردم که قانون یا قانون گذاری مالی آلمان و همچنین اروپا که قرار به اندازه چار هزار تا سازمان در آلمان جواز سرمایه گذاری روی بیت کوین و اتریوم را بده و این میتونه برای دیگه شهروندان و دیگه سازمان های اروپا هم باشه و این سازمان ها حق دارن که به اندازه 20 درصد از داراییشان در روی بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری کنه آلوکیت کنه و بعدش تا جایی که بررسی کرده این دارایی را که قرار اینا وارد سرمایه گذاری بیت کوین و اتریوم کنه یک 87 تریلیون هستن در حال حاضر مارکت ما هست مارکت کل بازار ارزهای سال 1.42 تریلیون دلار و این امکان دارد امکانش هست که فردا پنج شنبه وارد مارکچن امروز چهارشنبه۳ جونن۲ 2020۰ یک از فردا 5نج شنبه یک جولای۲ 2020 واقعا خبر میتونه بزرگ باشه خب این سازمان ها مدت زیاد هسته که میخواستن جواز قانونی را از کلا دولت آلمان بگیرن و همچنین اتحادیه اروپا از اتحادیه اروپا مثلا جواز کاری بگیره که این سازمان ها بتونن قانونی روی ارزهای دیجیتال بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری کنن حالا در این مجله خبری برای ما گفته که فردا قرار اتفاق بیفته مثلا به انداز این مقدار البته فردا رو گفته 450 بیلیون دلار قراره مثلا وارد مارکت شونه وارد ارزهای دیجیتال و بیت کوین و اتریوم حالا امکان داره ای همیشه اتفاق یک اتفاق بیفته نه ولی این سازمان ها هم گفته که ما مثلا پله به پله وارد میشیم هزینه گاز مد نظر داریم و از نقطه های خوب مث... یا مثلا از وقت های خوب استفاده کرده واردی سرمایه گذاری بیت کوین و اتریوم میشیم برای ما نشان میده که وقتی سازمان های مثلا از سمت دولت آلمان یا هر دولت دیگه جواز قانونی کار میگیره برای اینکه بتونه اینقدر پول زیاد رو وارد بیت کوین کنه پس ما و شما نباید هرگز از, از ریزش حال حاضر مارکت نگران باشیم و از وقتی که بازار ریزش کرده که من متداویم هر روزه برای شما خبر کل مارکت آل کوین ها رو برای شما در اشتراک ماندم که خبرهای فاندامنتال قوی تر از زمانی که بیت کوین سعودی بود بیت کوین روی هزار دلار بود ما و شما داریم شاهد هستیم پس حالا میتونه تا یک وقتی با مارکت ده همین روند ادامه میدیم میتونه یک ماه دو ماه چهار ماه پنج ماه شش ماه نهایت تا آخر 2021 ولی در چرخه بعدی ما شما بازار را یک بازار را واقعا متفاوت تر دیدیم بیت کوین راحت میتونه در 100 هزار در 170 هزار تا 200 هزار دلار برسه درس شروعی 2022 یا تا آخرای 2022 من مشاور سرمایه گذار نیستم نظر شخصی خود را میگیم و بعضی هم در کامنت برای من مینیسه میگه تو فقط روی شیبا و دوچ کوین و سیمون گیر دادی دیگه آل ها رو برای ما اصلا خبر نمیدی واقعا خب من درست مثلا ویدیو زیاد برای شما آپلود منم ولی خبرهای کل مارکت خبرهایی که بودن در باری دوش کوین بوده چین لیک بوده سیمون بوده کاردانا بوده ایتریوم بوده هر چیز بوده من شخ برش در اشتراک ماندم اگر خبری بوده باشم و چون میدونم ایده زیادی از مخاطبین کانال یوتیوب من روی دوج کوین روی سیمون روی شیبا اینا سرمایه گذاری کردن از از خاطر یک مقدار ویدیو بیشتر درباره از اونها برای شما میسازم بعدش رقیب تسلا رقیب تسلا یک کمپانی خودرو سازی در کانادا که ایره چند وقت پیش هم من برای شما یه خبر کوچیکش صحبت کردم به نام دی ماک قراره به زودی البته این قرار در در سال 2023 راه اندازی یعنی کاملا در بازار عرضه شنه خودروهای میسازه که در حال حاضر او خودروهایش مردم از قبل میتونه سفارش بده و هر خودرویش برزیشی ارزش 18 دلار قیمتش هسته که بعدا این خودروها مستقیم وصل شده در وبسایت همین کمپانی خودروسازی دیماک بتنن بیت کوین دو ایتریوم دوچ کوین و بعضی ارزهای دیجیتال دیگر را استخراج کنه و زمانی که ماشین پارک هستن و این ماشین هم از, از... از... نور آفتاب برق میگیره و از طریق قضیه میتونن ارزهای دیجیتال استخراج کنه واقعا ببینیم که مثلا کمپانی خودروسازی هم امکانات را برای مشتریانش مردم میده که هم مشتری خودشان بیشتر کنه و هم از این تغییراتی که ما شما شاهد در دنیای مالی هستیم من بهره ببرم ولی خبر هم هم خوب برای خودی کمپانی زیاد میتونه باشه و هم برای کل صنعت ترس هم برای مشتریانش و بعدش در حال حاضر تعداد آدرس هایی که بیت کوین داره سخت در حال افزایش هستن طی چهار هفته گذشته در همه ریزش حال حاضر بازار به 38 میلیون و 349 هزار نفر رسیده شما تصور کنید که <applause> <applause> حالا ما یک, یک رشد خوب مثلا تقریبا در 11 12 جون داشتیم و بیشترش که مثلا در ماه جولای بوده بعد یک ریزش بعد داشتیم یک مقدار رشد خوب داشتیم و بعدش از تقریبا از 12 13 ماه هم همین ماه جون تا حالا سخت در حال افزایش بده یعنی کسان بیشتری که تعداد زیادی مثلا بیت کوین دارن سخت در حال جمع آوری بیت کوین هستن ما شما میبینیم که نهنگ ها سخت در حال استفاده از بیت... از این موقعیت هستن و جمع آوری بیت کوین مونن و این این نهنگ هایی که این کارها را انجام میده بعدا این را تصویر ای بپذیرین که تا چند سال آینده این نهنگ هایی که مقدار بیت کوین خریداری کردن اینا را در آسانی نخواهد فروخت 98 درصد بیت کوین استخراج شده و فقط دو درصدش مانده شما حساب کنید دیگه اون وقت یک چیزی که اصلا حد درخواستش باشه همه دوست داشته باشه که او را بخره از مو خاطر کمال سازمان ها کوشش من از طریق از های مختلف خبرهای منفی بازار پایین نگه داره تا جایی که اونا می‌تونن بیت کوین جمع آوری بعدا که درخواست بیت کوین زیاد بود و چیزی که کم وجود داشته باشه میدانیم که پر ارزش هستن منظورم یک مثال ولی خب بیت کوین بیشتر از این چیزهای دیگه است سناتور آمریکا کتی لومیس که چند روز پیشم در باره برشم صحبت کردم ارزهای دیجیتال پشتیبانی مینه که برای تمام سیتیزن شده های آمریکا بیت کوین را یک نوع خوب دارایی برای بازنشستگیشان درست کنه شما حساب کنید که مثلا یک نوی از یک بخش از یعنی بخش بندی داراییشان برای برای اسمش برای بازنشستگی باشه خب خبرهای خ... واقعا یعنی خبرها بزرگ است که کسانی مثلا از دولت آمریکا برای شهروندانش برای سیتیزن شده هایش چنین نظر میده که مردم واقعا از این استفاده کنه خب همه مردم این کار انجام نمیدیم همه مردمی کار انجام نمیده هنوزم بعضی ها هنوزم فی... بعضی ها بیشتر مد تیک تاک فعال هستم در زیر ویدیو های من کامی بیت کوین کلا برداری یا بیت کوین نابود میشه در همه یوتیوب هم می خب نظر شخصی خودت هست اگه اگر نمیتونی بیت کوین خرید کنی واقعا چینی کامنت های ها را برای من ننویسین این بدونی که تا 10 15 سال آینده بیت کوین ورسای دیجیتال انقلاب در دنیای مالی به پا خواهد کرد پاور هاوس پاور هاوس چی هست بزرگترین پلتفرم دیلر بروکر تی پی آی سی پی برای معاملات ارز ج... برای معاملات سهام اینا بیشتر است یک پلتفرم برای سرمایه گذاری هسته که قراره برای سازمان ها با وفاداری کامل با امکانات کامل معاملات ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین و اتریوم را راه اندازی کنه This is big خبرای بزرگ هستند این کمپانی در سال 2004 درست شده و یک پلتفرم پلتفرم معاملات سهام در لندن در لندن هست و بعدش ریپل در دنبال استخدام کردن کسی تجربه دار در ماسترکارد برای اینکه بتونه ریپل نت شبکه ریپل در اروپا بیشتر افزایش بده و قابل استفاده را برای مردم یا سازمان ها شهروندان اروپا انجام بده خبر خبر خیلی بزرگ از ریپل هست دیگه ریپل هم در حال حاضر که پرونده دادگاهی داره و دادگاهی بعدیش هم در ماه سپتامبر هست حالا تا یک وقتی میتونه دادگاه آمریکا پرونده ریپل هم به تعویق بندازه و همچنین ETF بیت کوین به تعویق بندازه خب کار دولت هست دیگه ما و شما اونچنان کاری نمیتونیم انجام بدیم ولی ارزهای دیجیتال یک چیز غیر متمرکز حالا دولت آمریکا اصلا حالا برای ریپل شاید میتونه نظرش نظر شخصی من هسته که ریپل کد دادگاه آخر برنده میشه دیگه نهایتا چه تا چی وقت میتونه پرونده ریپل اونا در دادگاه همچین نگه داره و نتیجه نهایی رو اعلان نکنه ولی خب تا یک وقتی میتونه همین روند ادامه بده و توسعه دهندگان دوچ کوین یکیش به نام روس نیکل که قراره چند وقت پیشم برای ایلان ماسکم پیشنهاد داده بود که گس خب در سال 2021 کلا دوج کوین یک ارز مشهور در بازار شد رشد خیلی زیاد کرد در کنار اینکه دوج کوین رشد خیلی خوب کرد قیمتش رفت بالا هزینه گسفیش هم رفت بالا هزینه ماینر هم رفت بالا و آقای روس نیکل که چند وقت پیش برای دوج کوین هم... برای دوج کوین برای ایلون ماسک هم پیشنهاد داده بود و ایلون ماسک هم برایش او را پذیرفته بود که یک بروز رسانی مهم و خوب هستن قرار اینا حدوداً 50 درصد هزینه گسفی دوچ کوین بیاره پایین حالا شایعات هسته که در آخر همین ماه جولای ایلان ماس در, در فروش در در فروش تسلا دوچ کوین در پردا خواهد پذیرفت هنوزم کدام جای تایید نشده این که حالا ایلان ماس که در پشت سر دوچ کوین محکم گرفته تا جایی مثلا خب پشتبانی خیلی این مستقیم تا حالا نشان نداده ولی پشتیبانی نشان داده تا جایی منظور حمایتش برای دوچکوین کوین نشان داده خب دوچکوین کوین یک ارز دیجیتال است ایلون ماسک هم خیلی وقت پیش گفت که مالکش مثلا توسعه دهنده یا در حال حاضر کلا از طریق مردم مثلا پیش, پیش مره و ایلون ماسک کدام کنترل یا هدایت مستقیم روی دوچکوین کوین نداره از خاطر ایلان هم کرده بود که من نمیتونم هر چیزی که شما درخواست دارین برای دوچ کوین انجام بدیم ولی حمایتش از دوچ کوین نشان داده دیگه این خبر میتونه خبری مهم برای دوچ کوین و برای سرمایه‌گذاران دوچ کوین باشه که اگر این انجام داده شه نه بعد از فکر کنم ایلان ماسک کدام دست به دست به انجام دادن کدام کار عملی دوچ کوین خواهد کرد که یک از جمله‌ش میتونه باشه که در فروش خود راهی تسلا شی دوچ کوین رو اینی بود از ویدیو امروز برای شما بچه یک تونه ویدیو آپلود کردم پنج تا آل کوین خوب برای سرمگذاری ارزان زیر قمت رو معرفی کردم لینک ویدیو یا ویدیوش روی همین تصویرم برای شما نشان داده خواهد شد الان ویدیو رو ندیدین برین حتما ویدیو رو ببینید نظرتون رو برای ما در کامنت اینجا بنویسین و اینجام هر نظر دارین در کامنت بنویسین ویدیو رو هم بچه حتما لایک کنین کانال خودتان حمایت کنین هنوز عضو کانال نشدین کانال حتما سابسکرایب کنین زنگوله کنارش روی آل قرار بدین یه تا ویدیوی بعد خدا نگهدار